سلام، خوش اومدید به قاشتک با یه بک‌گراند خیلی گچی و ساده تر نسبت به قبل. امروز اومدم 4 تا از لاکچری ترین گوشی های تاریخ رو براتون معرفی کنم و بهشون بپردازیم و یه سری توضیحات ریز راجعشون بدم که اصلا چی بودن و اصلا چراشو که نمیگم چرا ساخته شدن، چون هیچ دلیل خاصی نداره، ولی خب یه سری صحبت ها راجعش میکنیم. پس بدون معطلی بریم که داشته باشیم. خب قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، خیلی خوشحالم میکنید اگه همین الان چنل رو ساب کنید اگه هنوز ساب نکردین و دارین این ویدیو رو میبینید، و لایک و کامنت هم فراموشتون نشه دیگه. دمتون گرم. داریم تقریبا 700 تایی میشیم و این خیلی خوبه که من هیچ موقع واقعا فکر نمیکردم 700 تایی بشیم رو یوتیوب به این سرعت، و خیلی دمتون گرمه و خیلی خوشحالم میکنید اگه ساب کنید. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. لاکچری ترین گوشی ها کدوم ها؟ آیفون 6 با الماس صورتی گرون ترین گوشی دنیا. برند لاکچری فالکون این گوشی رو طراحی کرده که 3 مدل پلاتینی، روز گولد و طلایی داره، و به خاطر الماس صورتی پشت این گوشی قیمتش به 48.5 میلیون دلار رسیده. شما رو نمیدونم ولی من به شخص حاضر نیستم 48.5 میلیون دلار بدم که یه آیفون این شکلی داشته باشم که یه الماس صورتی گنده اون پشتش خورده شده. واقعا به چه کاری میادین؟ آیفون 2.5 میلیون دلاری. روی دکمه این آیفون 3G یه الماس 6.6 قیراتی وجود داره. بدنه این گوشی از طلای زرد و سفید 18 عیار ساخته شده و دور تا دور صفحه نمایش هم 138 قطعه الماس کار گذاشته شده. به نظرم اینا رو بیشتر برای زنا و دخترها درست میکنن، و اینا کدوم مردی مثلا میاد یه گوشی دستش بگیره که 138 تا دونه الماس روش کار گذاشته شده؟ بیشتر شبیه طلا جواهراته، بیشتر شبیه سرویس طلاست این گوشی، تا اینکه یه گوشی که بگیری دستت مثلا بری اینستاگرامو باز چک کنی. ورتو سیگنچر کوبرا. طراحی این گوشی با یه مار کوبرا ادغام شده که تو ساخت اون از 388 قطعه جواهر استفاده شده. این گوشی یه دوربین پشت 21 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 2.1 مگاپیکسلی هم داره. این که دیگه از همه اونا بدتر. انگار شبیه اسباب‌بازیه. من مار کوبرا رو میخوام چیکار آخه کنار گوشی؟ بعد تازه همه اینا به کنار. شما مشخصا خود گوشی رو نگاه کن. حتی تاچ هم نیست، باید با دکمه باهاش کار کنی. خب کدوم آدم عاقلی میاد این همه پول بده بابت یه گوشی که یه مار کوبرا کنارش کار شده که گوشی رو بد دست میکنه؟ بعد تازه با دکمه هم بخوای باهاش کار کنی؟ برگردیم مثلا 20 سال پیش، از کدوم آدم عاقلی همچین چیزی برمیاد واقعا؟ گرسو الماس سفید. این گوشی توسط یک کمپانی روسی ساخته شده. تو ساخت این گوشی از بهترین مواد ممکن مثل تیتانیوم، یاقوت کبود و خیلی چیزهای دیگه استفاده شده. دکمه های گرسو با طلای 18 عیار تزیین شدن. جالبه که این گوشی تو زمان خودش سال 2008 مشخصاتی مثل دوربین 2 مگاپیکسلی و سیستم عامل ویندوز موبایل 6 داشته که پرچم دار به حساب می اومده. حالا این اصلا یه چیزی، مثلا من خودم بخوام از بین این 4 تا گوشی یکی رو انتخاب کنم، اینو انتخاب میکنم. اصلا کلا روسا دمشون گرمه، همه چیزو خیلی مردونه تر درست میکنن. چی ناموسن تو؟ بیایم اصلا یه گوشی درست کنیم با قیراط و با الماس، البته نه با قیراط، با چندین قیراط الماس و نمیدونم یاقوت کبود و یه چیز صورتی اون پشت. آخه مرد خودشو بشناسه الماس صورتی میگیره دستش؟ نه خدا وکیلی تو همچین کاری میکنی. خب ویدیو همینجا به پایان میرسه. اینا 4 تا گوشی لاکچری برتر تاریخ بودن. آره دیگه درست گفتم فکر کنم. و یه جورایی گرونترین گوشی های دنیا هم به حساب میان که مثلا از هر کدومش فقط چند تا دونه ساخته شده و خیلی هم تعدادشون زیاد نیست. دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر دیدین. بازم میگم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، و اینکه دمتون گرم، خیلی عشقید. به امید دیدار.